بعد پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کرد. واکنش مقام‌های دولت افغانستان به طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی. امرالله صالح میگوید سند ننگ است. عبدالله میگوید باید به نظر مردم رجوع کرد. از رئیس سابق کمیسیون دفاعی مجلس افغانستان میپرسم آیا تیم اشرف غنی میتواند در برابر فشار آمریکا مقاومت کند؟ همچنین از یک وزیر پیشین میپرسم که طرح آمریکا تا چه اندازه عملی است؟ در ادامه برنامه امشب چانه‌زری برای تعیین حداقل دستمزد در ایران، ماراتن کارگران و کارفرمایان به کجا میرسد؟ ضربه کاری کرونا به موازات شکاف جنسیتی، در ایران همگیری به اشتغال زنان 14 برابر بیشتر ضربه زده. خنجر به آوازم بزن، بازم بزن، من چون ردای آتشم. و نگاهی ظریف و لطیف در پس آهنگ خنجر، کاری مشترک از مژگان شجریان و طهمورث پورناظری. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حلقه نزدیکان اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به پیشنهاد آمریکا برای طرح مصالحه با طالبان واکنشی تند نشان دادند و این طرح را برای خود ننگین و غیر قابل قبول توصیف کردند. مشخصا امرالله صالح معاون اول او گفته که ترجیح می‌دهد کشته شود تا اینکه با چنین طرحی همراهی کند. روز گذشته درس کردن نامه‌ای تند و آمرانه به رسانه‌ها فضای سیاسی بحران زده افغانستان را در التهاب و سردرگمی فرو برد. نامه‌ای که از طرف وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری افغانستان نوشته شده و از جزئیات طرح مصالحه با طالبان پرده برمی‌دارد. مصالحه‌ای که قرار است با دولتی انتقالی کلید بخورد و معنای ضمنی آن پایان حکومت اشرف غنی است. این مخالفت‌ها چقدر جلو ایجاد دولتی موقت یا انتقالی را می‌گیرد؟ چرا کار آمریکا و اشرف غنی به اینجا کشید؟ تکلیف هیئتی از دولت افغانستان که گویا در قطر پشت میز مذاکره با طالبان نشسته چه می شود؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از نسرین نوا. من در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواهم کرد. یک روز پس از رسانه‌ای شدن نامه تند و هشدارآمیز وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی، معاونش با لحنی مشابه و صریح خط بطلان بر طرح آمریکا کشید. ما به سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رأی نداری. عدم معامله نظام و قانون اساسی فعلی. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور سال دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم، ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رأی از توده افغانستان بگیره ابدا. با وجود مخالفت شدید آقای صالح، وزیر خارجه با دفاع از اصل انتخابات به نرمی گفت طرح دولت آمریکا را بررسی خواهد کرد. او تاکید کرده از راه دیپلماسی به دنبال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای در مورد مرحله گذار است. هر نوع مرحله گذار و انتقال باید بر بنیاد ارادی ملت ما باشد. این اراده را جامعه معاصر ما رای مهمی را که برش پیدا کرده انتخابات است. این اراده از طریق انتخابات تمثیل میشه. ما در این راستا مشکلات درک میکنیم، تفاوت نظر درک میکنیم، اما این ماموریت دیپلماسی خود میسازیم. در نامه بلینکن از طرح حکومت انتقالی صلح یاد شده تا دو طرف را برای ایجاد قانون اساسی تازه و نقشه راه حکومت جدید آماده کند. آمریکا از حکومت افغانستان خواسته برای تفاهم صلح اقدام فوری کند و با رهبران سیاسی مشوره. شماری از رهبران سیاسی هم بر حفظ نظام تأکید کردند.
طالبا بیاید طرف نظام افغانستان یک جای شود، راهکارهای صلح با هم یک جا کار کنیم و ساختارهای اساسی افغانستان حفظ کنیم. ما که میگیم که حرف داریم، ما که میگیم بین میگیم قانون اساسی داریم، قوانین منبعیسی از قانون اساسی داریم، ساختار اردو و پلیس و همه چیز داریم، حقوق بشر داریم، دیگه داریم، همه ساختارهای ما موجود است. ما که بیاییم در این چوکات کار کنیم. برنامه آمریکا این است که پس از موافقت طرح ارائه شده از سوی افغانستان و گروه طالبان، از ترکیه بخواهد نشستی در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار کند تا در این نشست دو طرف توافقنامه صلح را نهایی کنند. اما هنوز طالبان درباره این طرح نظری نداده و حکومت افغانستان هم ناراض. هرچند مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این تلویحاً گفته بود این طرح برای تقسیم قدرت از راه مصالحه است و زیر بررسی، اما موضع تند معاون رئیس جمهوری امروز نشان داد جواب افغانستان به درخواست عجولانه آمریکا حداقل به زودی مثبت نخواهد شد و برای رسیدن به تفاهم چانه‌زنی های بیشتری نیاز است. ظاهراً با کندی و غیر مثمر بودن مذاکرات صلح دوحه، آمریکا در تلاش ایجاد فرایندی موازی است تا مذاکرات صلح را سرعت ببخشد و تا دو ماه دیگر قبل از خروج کامل سربازانش چشم‌انداز روشن‌تری از آینده مذاکرات صلح میان دولت و طالبان ترسیم کند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. شکری بارکزای، رئیس سابق کمیسیون دفاعی مجلس و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، از لندن با ما هستند. و همینطور میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف افغانستان و نویسنده کتاب ملت سازی آمریکایی، مقایسه عراق و افغانستان، از شهر مزار شریف. آقای بلخی در بخشی از این کتاب به مشکلاتی پرداخته که به ناکامی آمریکا در عراق و افغانستان در زمینه ملت سازی منجر شده. سوال اول رو از خانم بارکزای میپرسم. گویا آمریکا تصمیم خودش رو گرفته، دولت افغانستان میتونه مقاومت کنه؟ سلام و سلامتی. قبل از همه اجازه بدین به عنوان یک خانم تجدید تعهد کنم به خاطر 8 مارچ، مبارزه خستگی ناپذیر در راستای اعاده حقوق زنان و در برابر بی‌عدالتی. در مورد اینکه آیا آمریکا و دولت افغانستان میتونه در برابر خواست آمریکا تمکین نکنه، معلوم دار موضوع مشخص است. دولت افغانستان نمیتونه بدون اصلی ترین شریک استراتژیش که امریکا هست و بزرگترین دونرش، مخصوصا در قسمت عرصه کمک های نظامیش، اون رو نادیده بگیره و یا هم در بحث های کلان سیاسی سرنوشت افغانستان. من فکر میکنم که نظر امریکا حرف اول است، هرچند که باید این مردم افغانستان باشه گپ اول بزنم. متاسفانه ناکارایی دولت امروزی ما، عدم فعالیت دیپلماتیک مؤثر و انحصار قدرت در حلقه که تجربه سیاسی دیپلماتیک رایزنی و چارزنی ندارن، سرنوشت افغانستان به حد رساند که حالا حتی ما نامه های میگیریم که واقعا به حیثیت یک ملت تاثیر مثبت ندارن. آقای بلخی، شما در کابینه اشرف غنی ایفای وظیفه کردید، چی فکر میکنید؟ آیا تاب‌آوری اشرف غنی رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، مسئله بسیار مهم و اساسی ای است که به هر صورت هر دولتی در نظام بین الملل این صلاحیت و این انتخاب داره که در تصمیم خودش به صورت مستقلانه اقدام بکنه و تصمیم خودش را بگیره. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولتی که شریک استراتژیک افغانستان بوده، طبیعتاً این اختیار به صورت مستقلانه داره که چه تصمیم بگیره در قبال بودن یا نبودنش در افغانستان. و در این حال افغانستان علارغم از اینکه یک ارتباط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داره، علارغم از اینکه این پیوند بسیار عمیق است، ولی باز هم به عنوان یک حکومت که مورد تایید جامعه جهانی هست، این اختیار داره که باز انتخاب بکنه که آیا به این اتحاد استراتژی به صورت دوامدار ادامه میده یا ای که در جای به دلیل اختلاف حساسی در تعیین سرنوشت و در مأموریت مشترک رای خودشان را جدا بکنه. ولی آقای بلخی، به نظر میاد کار از تعارفات دیپلماتیک گذشته، حرف از این است که ما این سند رو ننگین میدونیم، طرف مقابل هم نامه‌ای نوشته که با هر معیاری بسنجیم آمرانه و تنده.
خب این نوسانات چیزی جدیدی از نظر من نیست. حالا به هر صورت یک فاش شدن در سطح رسانه ها و صحبت های غیر دیپلماتیک هست. یکی ای که در 20 سال گذشته، در 2 دهه گذشته که ما تجربه روابط با واشنگتن را در افغانستان داشتیم، در مقاطع مختلف گاهی وقت ای افت و خیزها صورت گرفته. حالا اگر رسمی نشده و به صورت رسانه‌ای این بحث‌ها مطرح نشده، ولی در میان دو حکومت و حکومتداران گاهی وقت بوده. در زمان آقای اوباما هم رابطه با حکومت افغانستان با آقای کرزی رابطه بسیار تنگی بود و این رابطه پس دوباره سکلید و باعث شد که حتی به انقطاع در واقع روابط دیپلماتیک به صورت غیر رسمی بود. به همون دلیل من فکر میکنم که هنوز هم دروازه های برای طرح راه های بدیل و این که حکومت افغانستان دقیقاً چی میخواهد و بعد ایالات متحده آمریکا با بدیل هایی که اندیشیده میتونه که قابل تغییر باشه. خانم بارکزایی، طرحی که الان دربارش حرفی که گویا از شورای عالی فقه اسلامی حرف میزنه، یک حکومت انتقالی، قانون اساسی جدید، این چقدر عملیه؟ برای من این طرح‌ها اصلا طرح‌های جدید نیست. در زمانی که ما قانون اساسی افغانستان همرکاب با سایر همکارانم می‌ساختیم، این طرح‌ها هم پیشنهاد شده بود. البته در اون زمان نه از جانب آمریکا و سازمان ملل متحد، بلکه از جانب گروه‌های یا تنظیم‌ها و رؤسای تنظیم‌های جهادی در افغانستان، اونها پیشنهاد داشتند. معلوم دار است که این طرح به شکلی از اشکال یک نوع کپی از جمهوری اسلامی ایران هست و در حقیقت انحصار قدرت از دست مردم به دست یک حلقه محدود، یک حلقه محدودی که همیشه دوست داشتن و خواستن در افغانستان حاکمیت داشته باشند. من فکر میکنم در افغانستان آنچه که بسیار مهم است، مخصوصا در جریان بیشتر از 40 سال گذشته که مردم افغانستان حکومت‌هایی نداشتن که در نهایتش به شکل آمرانه باشه و این تصامیم از راه یک حلقه خاص عبور کنه. خانم بارکزایی، منظورتون این هست که بعد از 20 سال آمریکا تازه رسیده به یک نسخه ایرانی حکومت در افغانستان؟ حداقل در بحث داشتن یک شورای آلاچی در ایران به عنوان شورای تشخیص مصلحت نظام و یا هم در گذشته حکومت اسلامی در افغانستان شورای العقد که وجود داشت، این یک شورای است که بیشتر از لحاظ محدودیت های اجتماعی حقوقی بر شهروندان افغانستان میخواهند بساز. البته فراموش نکنید این فقط در حد یک طرح هست. مالدار مردم افغانستان این نمیپذیره. افغانستان آماده پذیرش همچون تشکیلات نیست. وقتی که در زمان حکومت اسلامی مجاهدین این پذیرفته نشد و عملی نبود، امروز خو معلوم دار که قابل عملی نمیباشه. اما اجازه بدین چند نکته اساسی که در این طرح وجود داره. اولش من فکر میکنم که این طرح گزینه ها را پیشنهاد کرده، یعنی به عنوان یک طرحی است که شما چندین گزینه را دارید. اما مهمتر از همه این چیز است که همه از دید دور انداختن ایجاد یک حکومت فراگیر مشارکتی که در او تمام گروه های سیاسی افغانستان مشمول باشه و خود در آینه قدرت ببینن، بدون از این که ضمانت از این وجود داشته باشه که جنگ در افغانستان خاتمه مییابه و آتش بس از رویا به حقیقت تبدیل میشه و افغانستان دوباره به جنگ داخلی نمیره. ایجاد حکومت موقت در افغانستان دو بار بوده، یکی در اوایل حکومت مجاهدین که نتیجه خوب نداشت به دلیل اینکه جامعه جهانی روی گشتان و همه مسئولیت گذاشت به پاکستان، و دومش هم بعد از کنفرانس بن هست که نتیجه بدی نداشت و امروز آنچه که حکومت افغانستان شالوده برآمده از او هست. منظورتون هست که نقایص زیادی داره این طرح در مراحل ابتدایی. آقای بلخی، رفتن به طرف انتخابات زودرس، این چیزی که آقای غنی روش تاکید میکنه، این چقدر عملیه؟ ببینید، یک نکته که بسیار مهم و اساسی است ایست که ما در کتاب هم اشاره کردیم، ایالات متحده آمریکا در رأس یک ائتلاف بین‌المللی در افغانستان آمد. بعد از مأموریت سرنگونی طالبان بحث ملت‌سازی را مطرح کرد و طبیعتاً یکی از پارامترهای بسیار مهم و کلیدی مأموریت آمریکایی ایجاد یک دولت با شاخصهای دموکراتیکش بود که او به عنوان یک ارزش و به عنوان یک سرمایه رویش کار شد. امروز بحث اساسی به عنوان یک ارزش وقت مطرح میشه بعد از 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان،
ایست که یکی از سنت ها و میراث های بسیار خوب روند دموکراتیک هست. و در صورتی که ما قرار است که این پارامتر را وقت تطبیق کردیم، سرمایه مصرف شد، انرژی مصرف شد، نسل در قربانی شد، پس دوباره اگر قرار است که برگشت بکنیم به مدل های غیر دموکراتیک، به این معنا که ما در سال 2001 میلادی قرار داریم. خب آقای بلخی، ایدئال ها چیزی است، شرایط روز چیزی دیگر. در شرایط امروز اگر طرح انتخابات زودرس مطرح میشه، با واقعیت ها همخوانی داره یا نه؟ خب ببینید، اگر حمایت ایالات متحده و جامعه جهانی باشه و صورت تمام، طبیعتاً این روند در حال گذار هست و ما در مراحل ثبات نرسیدیم که یک پروسه دموکراتیک شفاف و فعال را بتانیم که در افغانستان برگزار بکنیم. ولی صحیح. تمرینی هست که حداقل ما را به اون سمت امیدوار می سازه و ذهنیت مردم در افغانستان حداقل در شهرها آماده از این شده که همیشه تغییر رژیم باید از طریق انتخابات و رأی مردم بوده باشه. خانم بارکزایی، تأکیدی که تیم اشرف غنی بر حق رأی دارند، بر انتخابات و قانون اساسی دارند، با عملکرد گذشته این تیم تناسب داره یا اینکه تلاشی است برای وقت کشی؟ با کمال تأسف باید بگویم که بعض سخنان آتشین فقط مصرف داخلی در داخل افغانستان داره. من فکر میکنم که بسیار موارد جدی نیست. گپ های اساسی که دکتر صاحب و تیمشان مطرح میکنن روی میز مذاکره و یا هم همون صحبت هایی هست که از آدرس آقای حمدالله محب با امریکا در تماس هایشان، مثلا با سفیر امریکا در افغانستان صورت میگه. با باور من فکر میکنم که امروز در افغانستان از ارزش‌های اساسی که مردم افغانستان طرفدارش و علاقه‌مندش است، جمهوریت، استفاده بی‌نهایت سیاسی از آدرس تیم حاکم صورت گرفته. و متاسفانه تیم حاکم باعث از این شده که همچون طرح‌ها از آدرس‌های متفاوت بیه. انتخابات زود هنگام با باور ما هیچ اشکالی نداره. هر نظامی که مبتنی بر آرای مردم افغانستان باشه و مردم دو آزادانه بتانن تعیین سرنوشت سیاسی خود به دست خود داشته باشن، اشکال نداره. و فراموش نکنیم که ما رفتن به طرف یک نظامی که دو حداقل آرای مردم افغانستان با عنوان تعیین کننده زعامت رای باشه، اصل باید شمرده شود در افغانستان. ما ایره یک بحث فرعی ساخته نمیتونیم. اما معلوم دار دوستم ندارم که تیم حاکم از این با عنوان یک بهانه بتراشن و تا بخواین برای حاکمیت خود و او هم با این همه گسست سیاسی، بدامنی، وضعیت اقتصادی خراب و فساد گسترده دادام بدن. بسیار خوب. آقای بلخی، شما در این زمینه کتاب نوشتید، ملت سازی آمریکایی، حتما حرف زیادی برای گفتن دارید ولی وقتمون خیلی کمه. آمریکا در عراق مجبور شد نیروهای خودش رو خارج بکنه، در افغانستان در با آقای کرزی دچار مشکل شد، الان هم به نظر میاد با آقای غنی. چرا؟ خب معلوم است که در کتاب هم اشاره کردیم که ایالات متحده آمریکا بافت‌های داخلی افغانستان به لحاظ اجتماعی سیاسی نابلد بود و با دیدگاه‌های بسیار محدود وارد هر دو کشور، هم عراق و افغانستان شد، به دلیل از اینکه مأموریت در اولویت ایالات متحده آمریکا جنبه امنیتی داشت و بعد از اینکه حداقل اینا تانستن که به هدف اولیه خودشان که سرنگونی دو حکومت مخالف ایالات متحده آمریکا در دو کشور بود رسیدن، بلا فاصله به دنبال فرایند دولت ملت سازی شدن. او هم بیشتر با اتکا به منابع و اطلاعاتی که خودشان تحلیل کرده بودند در ایالات متحده آمریکا و دیاسپورای عراقی و افغانی که در اروپا و در غرب زندگی می‌کردند و اینا یا به هر دلیل دیدگاه‌های محدود و مشخص خودشان داشت یا به هر دلیل دیگه اینا دور بودن از افغانستان و از عراق و این باعث شد که اینا وقتی به سمت دولت ملت سازی در دو کشور رفتن، مدل ها و سرمایه‌ای که مصرف کردن بیشتر متناسب با واقعیت های اجتماعی سیاسی نه در عراق بود و نه در افغانستان. و امروز شما میبینید که در هر دو کشور نتیجه فرایند دولت ملت سازی متاسفانه وارونه هست، هم در عراق
در نقطه رسیده که ایالات متحده آمریکا در سال 2003 بلافاصله پس از سقوط صدام قرار داشت و هم در افغانستان در مرحله رسیده که در سال 2001 میلادی دغدغه اساسی ایالات متحده آمریکا دولت سازی و نهادسازی در افغانستان پس از طالبان بود که ما متاسفانه پس در اونجا برگشتیم. خانم بارکزایی وقتمون خیلی کمه، با این اوضاع احوال تکلیف صلح چه خواهد شد؟ من فکر میکرم که صلح در افغانستان یک ضرورت است و این ضرورت توسط خود افغانها باید ساخته شود. اجماع داخلی، جمع کردن توده ها به خاطر حفظ صلح و یا آوردن صلح حتمی است. هم فراموش نکنیم که صلح در افغانستان و جنگش نه داخلی بوده و نه هم داخلی بوده میتونه. این آمریکا و قدرت های بزرگ در منطقه هستند که بحث صلح و جنگ افغانستان به پایان میرسانند. بسیار ممنونم از شکری بارکزایی، رئیس سابق کمیسیون دفاعی مجلس و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، و همینطور میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف افغانستان. عصر امروز در تهران دومین جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. در این جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چانه زنی کردند. گفته می شود که کارگران پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش 33% را بسیار کم می دانند و می خواهند دست کم 1,955,000 تومان به حداقل دستمزد افزوده شود. بانک مرکزی ایران رقم 10,000,000 تومان را به عنوان خط فقر مشخص کرده. بر این مبنا و با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی، فعالان حوزه کارگری معتقدند که در یک سال اخیر زندگی برای کارگران از همیشه سخت‌تر شده و باید در تعیین حداقل دستمزد همه این موارد در نظر گرفته شود. بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت معدن و تجارت ایران، به عنوان نماینده کارفرمایی در یک مناظره در وبسایت 90 اقتصادی شرکت کرد. استدلالش رو با هم دیگه می‌شنویم. اما در حوزه کارگری، افزایش نقدی دستمزد، توزیع بن کالاهای اساسی، شما 100% ملاکتونه، شما 100% میگین افزایش حقوق پایه، شما میگین 2,000,000 تومان از بله، چون ما عقب افتادگی دستمزد داریم. محلش از کجاست؟ کارفرما محلش از کجا باید بیاره بده نیرو با اخراج کنه؟ من به شما قول میدم اگر حقوق دستمزد بخواد بیش از 80%، مثلا شما 80% پیشنهاد شما 100% اصلا یه نرخ معقولی نباشه، ریزش 30% داریم در کارگرامون، در اینکه اخراج کارگرامون چه مطرح بوده آقای پناهی. ببینید آخه ندارن منابع، ندارن ما الان آقا چرا نیروی اضافه زیاد دارن واحدا ببین این کارا انجام میدن، این اتفاق هم افتاده. نه من قبول ندارم که کارگاهی حفظ نیروی اضافه داره، چون این مقوله اقتصادی نیست، این منطقی نیست. نه به هر حال ممکنه کارگاه خانوادگی باشه که شما مثلا بستگی داره که خروجی اون نیرو چی باشه. مناظره دو طرف یا بخشی از اون رو دیدید در وبسایت 90 اقتصادی پخش شده بود، استدلال‌های دو طرف. در تلگرام البته درباره افزایش قیمت‌ها در ایران و حداقل حقوقی که فکر می‌کنید برای سال جدید کفاف خرج خانواده شما رو میده از شما پرسیده بودیم، تعدادی از پاسخ‌های شما رو بشنویم. در ایران اینکه من تجربه کردم، الان 66 سال سن دارم و زمان انقلاب 57 24 سالم بود. اون موقع به نظر من رو عقلانیت تصمیم می‌گرفتن حقوق چقدر باشه، تورم چقدره، و معمولاً قیمت‌ها افزایش خیلی کمی داشتن. اینجا روی عقلانیت تصمیم نمی‌گیرن الان بعد از انقلاب 57. فرق نمی‌کنه حقوق چقدر باشه. فرض می‌کنیم حقوق بشه 10 میلیون تومان. خب اینجا کسی کنترل قیمت نداره. یعنی اینکه اگر حقوق بشه 10 میلیون تومان، کسی نمیاد به داد مردم برسه که تورم رو طوری تنظیم بکنن که ضعیف‌ترین قشر این مملکت، کارگر، کشاورز، اینا هستند، بتونن یه رفاه نسبی رو داشته باشن. همچی چیز از این اتفاق اینجا نخواهد افتاد. روغن 3 لیتری بهار که با قیمت مختلف 29300 تومن تولید 27.99، 26912 6.99 و 24.3399 افزایش قیمت تو گذر زمان. به نظر من اینکه افزایش حقوق چشمگیر نیست خیلی خوبه، ولی خب باید دولت و مجلس هم طوری قوانین رو بچینه که
تورم و گرونی ها و چه میدونم پول آب و برق و دکتر و اینا هم با همین نسبت افزایش پیدا بکنه، نه اینکه یه عمل جراحی میخوای بکنی باید خدا تومن به اینا پول بدی. خواستم که قیمتی یک سری از اقلام برقی رو خدمت دوستان ارائه کنم. این هواکش خانگی لوله یه ده دمنده در تاریخ 5/4/99 بوده، قیمتش به 44,000 تومان خرید ما خورده فروشا، الان توی تاریخ 12/12 همون هواکش ده لوله ای قیمتش شده 61,000 تومان. من واقعا نمیدونم که مردم عزیز ما باید چطوری این قیمت ها رو تحمل کنن و این افزایش قیمت ها چه بلایی داره سر ساخت و ساز توی مملکت میاره. نظرات شماری از شما بود که برای ما ارسال کرده بودید. سجاد خداکرمی روزنامه‌نگار از تهران با ما است. آقای خداکرمی، کمیته دستمزد نشست‌های متعددی داشته، آخرین خبر از کمیته دستمزد چیه؟ امروز دومین جلسه در واقع کمیته دستمزد برگزار شده و در این جلسه در واقع باز مبنای پیشنهاد کارگران و کارفرمایان اختلاف بسیار بسیار فاحشی داره. چیزی که در واقع نماینده کارگری پیشنهاد کردن، علارغم اینکه از پیشنهاد قبلی خودشون عدول کردن، 102% هست، اما نمایندگان کارفرمایی تنها 33% رو در این جلسه پیشنهاد کردن. جلسه حوالی ظهر شروع شده و خیلی ساعت‌های زیادی ادامه داشته، ولی کماکان بدون نتیجه تمام شده، به جلسات بعدی موکول شده و کماکان می‌بینیم که این اختلاف فاحش 1,325,000 تومانی بین پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود داره. خود آمار بانک مرکزی رو وقتی نگاه می‌کنیم، یا حالا ارقام و اعدادی که منتشر کردن، 10 میلیون تومان خط معیشت از طرف بانک مرکزی عنوان شده. با این حساب کارفرماها و دولت چه استدلالی دارن؟ چطور خواسته کارگران رو قبول نمی‌کنند؟ ببینم، وقتی از این صحبت می‌کنیم که رکود تورمی در ایران وجود داره، مصداق بارزش رو در این موضوع می‌تونیم ببینیم. مسئله اینجاست که اقتصاد ایران دچار تورمه و از سوی دیگه به شدت دچار رکوده و این موضوع از یک سو تورم گریبان مردم رو عمدتاً گرفته و رکود گریبان کارفرماها رو. مسئله که وجود داره این است که همونطور که فرمودید، چیز قریب به 10 میلیون تومان خط فقر، البته مسئول در خط فقر در واقع محاسبه و اعلامش وزارت رفاه که این کار رو نمی کنه و این کار الان داره از سمت بانک مرکزی اتفاق می افته. ولی مسئله‌ای که وجود داره همین امروز که صحبت می‌کنیم، بر اساس آمارهای رسمی که البته با آمارهای واقعی خیلی اختلاف قابل توجهی داره، چیز قریب به 26% از مردم ایران زیر خط فقر هستن، یعنی زیر خط فقر نسبی و خط فقر مطلق. با موضوعی که باهاش مواجهیم این است که عمدتاً کارفرماها بدون اینکه این سوی ماجرا رو ببینند، از رکود شدید فضای کسب و کار صحبت میکنند و چیز که البته عمدتاً در تمام طول سالهای گذشته ما شاهدش بودیم، حتی سالهای پیش از تحریم و در شرایطی که وضعیت اقتصادی به نسبت بهتر بود، باز هم در جلسات شورای عالی کار. بهانه چیزیه، استدلال کارفرماها چیزیه، ولی واقعیت‌های اقتصادی هم همین‌ها رو نشون میده. نماینده کارفرماها میگفت که اگر ما چنین کاری بکنیم مجبور میشیم تعدیل نیرو بکنیم یا اینکه مثلا بعضی از بنگاه‌ها بسته بشن. واقعا راهی هست؟ ببینید، ما اولا این رو خدمتتون بگم که دولت در این بازی که عنوان سه جانبه گرایی به خودش گرفته، عمدتا سمت و سوی کارفرماها رو میگیره. موقعی که دولت در هزاران هزار موقعیت دیگه میتونه کارفرما رو کمک بکنه، از این کار دریغ میکنه و وقتی به یک چنین موضوعی که میرسیم
سمت کارفرما رو میگیره و با شرط اینچنینی مواجه میشه. مسئله اینجاست که اقتصاد ایران تا مادامی که این مشکلات ریشه‌ای و بنیادی خودش رو نتونه حل و فصل بکنه و از این شرط رکودی خارج نشیم، به هر حال کمابیش میتونیم شاهد این موضوع باشیم. و بنبستی که باهاش مواجهیم تقریبا میشه گفت که بنبستیه که خیلی راه حل مشخصی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمیشه براش تصور کرد. بسیار ممنونم از سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران. امروز ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، همراه دخترشان گابریلا و نمایندگانی از سازمان عفو بین الملل به مقابل سفارت ایران در لندن رفتند تا توماری با 160 هزار امضا را تحویل دهند. آنها خواهان آزادی فوری و دائمی خانم زاغری هستند. این شهروند ایرانی بریتانیایی که محکومیت 5 سالش دیروز تمام شد، باید هفته آینده برای رسیدگی به یک اتهام جدید به دادگاه انقلاب تهران برود. مینا جوشقانی گزارش می‌دهد. زنگ می زند اما در را به رویش باز نمی کنند. این تصویر مردی است که 5 سال برای آزادی همسرش از زندان در ایران اعتراض، تجمع و تحصن کرده. حتی به روی پله های سفارت هم راهش نمی دادند، اما او هر طور شده خودش را بالای پله ها می رساند. پیامش واضح و روشن است: نازنین را آزاد کنید. امروز دوشنبه همسر و دختر نازنین زاغری و عده‌ای از نزدیکانش روبروی ساختمان سفارت ایران در لندن تجمع کردند تا توماری با 160 هزار امضا را تحویل دهند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین سال 95 در فرودگاه امام خمینی تهران در راه بازگشت به بریتانیا به اتهام جاسوسی بازداشت شد. اتهامی که او همواره رد کرده، اما برایش حکم 5 سال زندان به همراه داشت. دیروز با تمام شدن مدت محکومیت، خانم زاغری رسما آزاد شد، هرچند هنوز حق خروج از ایران را ندارد. فکر کنم ما انتظار نداشتیم که مچبند پاش رو باز کنند، اما این کار رو کردند و البته که زندگی بدون مچبند خیلی بهتر از زندگی با اونه. نازنین تونست به دیدار مادر بزرگ و خواهرش و خانواده بعضی زندانی‌های دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی دیگه بره و در کل بتونه دوباره نفسی بکشه. اما برای خانواده زاغری رتکلیف، روز یکشنبه فقط اخبار خوش به همراه نداشت. دیروز همزمان با آزادی خانم زاغری و باز شدن مچبند الکترونیکی پاش، وکیل او تماسی دریافت کرد که به اون گفته شد یک شنبه آینده برای ارائه دفاعیات درباره پرونده تازه علیه خانم زاغری باید به دادگاه انقلاب مراجعه کنند. این موضوع واکنش و اعتراض مقامات از جمله نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون را هم در پی داشت که او هم خواهان آزادی فوری نازنین زاغری شده بود تا پیش خانواده‌اش به بریتانیا بیاد. اما از این که بگذریم، این شرایط بی‌ثبات برای خود خانم زاغری، همسر و دخترش اضطراب و دلسردی به وجود آورده. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که در این سالها بدون وقفه برای آزادی همسرش تلاش کرده، با دولت‌های مختلفی در بریتانیا در ارتباط بوده. آقای رتکلیف میگوید منتقد رویکرد نرم مقامات بریتانیا در برابر ایران است. من معتقدم که بخش از مشکل بی‌رغبتی به پذیرفتن اینه که نازنین گروگانه. این بازداشت خودسرانه نبوده، بازداشت سیستماتیک و عمدی شهروند بریتانیایی به عنوان اهرم فشار بوده. ما 5 سال از زندگیمون رو سر این اختلاف از دست دادیم و این غیر قابل قبوله. گروگانگیری موضوع پیچیده ای، اما جنایت علیه بشریت و من باور دارم که نه دولت بریتانیا، نه دولت های اروپا و نه حتی دولت آمریکا اقدامات کافی هماهنگ انجام ندادند تا این پیام رو برسونن که دیپلماسی گروگانگیری راهی به جهنم. و این گابریلا است، دختر 6 ساله آنها که یک روز دیگر را از تقویم سالهای دوری از مادرش خط میزند به امید فردا. مینا جوشقانی، BBC. همه‌گیری ویروس کرونا به اشتغال زنان در ایران 14 برابر اشتغال مردان ضربه زده. آمار نشان می‌دهد که از پاییز پارسال تا پاییز امسال شمار مردان شاغل 1.3% کم شده و شمار زنان شاغل بیش از 17%. سازمان ملل هشدار داده که این همه‌گیری جهانی باعث شده ظرف یک سال برابری جنسیتی در بازار کار به اندازه 10 سال
پس رفت کند. در روز جهانی زن، بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به وضعیت اشتغال زنان در ایران. میلیون ها زن در ایران اصلی ترین یا تنها ناناور خانواده هایشان هستند، ولی نفوذ همگیری جهانی کرونا به تار و پود اقتصاد به زنان بیشتر از مردان ضربه زده. آمارها نشان می‌دهد پاییز پارسال حدود 24.5 میلیون نفر در ایران شاغل بودند، 20 میلیون مرد و 4.5 میلیون زن. یک سال پس از شروع همگیری شمار شاغلان 1 میلیون نفر کاهش یافته، حدود 250 هزار نفر از شمار شاغلان مرد کم شده و بیش از 750 هزار نفر از شاغلان زن. به عبارت دیگر ظرف یک سال تعداد مردان شاغل 1.3% کاهش پیدا کرده و شمار زنان شاغل بیش از 17%. این یعنی احتمال اینکه زنان شغلشان را از دست داده باشند تقریبا 14 برابر مردان بوده. ولی چرا؟ بخشایی که بیشتر از هر چیزی آسیب پذیر بوده در این افت اقتصادی، بخشایی بودن که خانم ها و بانوان بیشتر درش اشتغال داشتن. خب با اینکه مدرسه ها بسته شدن، مهد کودک ها بسته شدن، حتی خیلی جاها خونه های سالمندا بسته شدن، خانم ها مجبور شدن بیشتر و بیشتر کارهای تو خونه رو رو دوش بگیرن. دلیل سوم اینه که به خاطر تبعیضی که در بازار کار وجود داره، بانوان اون موقعیت هایی رو که میتونستن شاید در بازار کار معمولی داشته باشن در زمان کرونا از دست دادن. خانه نشینی زنان برای نگهداری از خردسالان و کهنسالان و در نتیجه از دست دادن شغلشان پدیده ای مختص ایران نیست. شیوع کرونا حتی در اقتصادهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا هم تأثیر مشابهی داشته. حتی پیدا کردن کار را هم برای مادران دشوارتر کرده. گفتن اینکه بچه دارید به کارفرما خودش یه دردسر دیگه است. اگه رقیب کسی با توانایی مشابه باشید که بچه نداره، به نظرم هیچ شانسی ندارین. این موج جهانی بیکاری زنان سازمان ملل را هم نگران کرده. همه‌گیری جهانی کووید 19 دهه‌ها پیشرفت به طرف برابری جنسیتی را از بین برده. از بیکاری گسترده تا بار فزاینده مراقبت‌های مجانی، از اختلال در تحصیل تا تشدید بحران خشونت خانگی و بهره‌کشی، زندگی زنها مختل شده و حقوقشان از دست رفته. یکی از نمونه‌های نابرابری را می‌توان در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران دید. از آمارها این گونه برمی آید که کار پیدا کردن برای زنان پس از ترک دانشگاه از مردان دارای تحصیلات عالی دشوارتر است. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، پاییز امسال 28% بیکاران مرد مدرک دانشگاهی داشتند، در صورتی که سهم فارغ التحصیلان دانشگاه ها از زنان جویای کار بیش از 70% بوده. سازمان دیدبان حقوق بشر معتقد است تبعیض جنسیتی در بازار کار مانعی جدی بر سر راه زنان تحصیل کرده است. زنان براشون پیدا کردن کار مرتبط با تحصیلاتشون و در واقع کارهایی که نیاز به تحصیلات داره معمولا کارهایی هستش که در رده‌های تخصصی تر جامعه هست، بسیار سخت‌تر از مردانه و ما در ایران نه تنها قوانینی نداریم که تبعیض استخدامی رو منع بکنه، بسیاری از کسب و کارهای دولتی و خصوصی به صورت کاملا آشکار جنسیت رو به عنوان مشخصات آگهی کار استفاده می‌کنن. سازمان دیدبان حقوق بشر معتقد است این تبعیض حتی پس از استخدام مخصوصاً به دلیل بچه دار شدن زنان ادامه پیدا می کند و مقام های ایران چندان به فکر حل مشکل نیستند. در بسیاری از موارد در سالهای گذشته ما دیدیم مسئولان به جای اینکه به ریشه مشکل و تلاش برای نابرابری فرصت‌ها بپردازند، در واقع سعی در پاک کردن صورت مسئله داشتند. مثلا تلاش‌های برای سهمیه بندی رشته‌های تخصصی دانشگاهی به جای اینکه موانع حضور زنان در بازار کار مرتفع بشه. با وجود بیکار شدن بسیاری از زنان، بعضی شاخص‌ها تصویر معکوسی از وضعیت ارائه می‌کنند. با وجود افت شدید شمار شاغلان زن در یک سال گذشته، می‌بینیم که نرخ بیکاری زنان در ایران نه تنها بالا نرفته که پایین هم اومده.
دلیل این تناقض چیه؟ جوابش خیلی آسونه، از این لحاظ که خب وقتی که مشارکت بانوان کم شده، وقتی مشارکت کم بشه خب نرخ اون اشخاصی که بیکار هستن نسبت به مشارکت کم میشه دیگه، تعداد اشخاصی که دنبال کار میگردن و تعداد اشخاصی که اصلا توی بازار کار هستن خب خیلی کم شده، به خاطر اون یه عده از اون اشخاصی که بیکار میبودن در موارد معمولی الان دیگه خانه‌دار و دیگه اصلا دنبال کار نمیگردن. پاییز پارسال تقریباً 4.5 میلیون زن در ایران شاغل بودند و حدود 900 هزار نفر دیگر هم جویای کار. پاییز امسال شمار زنان شاغل حدود 800 هزار نفر کم شده. ولی نه تنها همین تعداد به شمار زنان بیکار اضافه نشده، بلکه آنها و حدود 200 هزار نفر از بیکاران کلن بازار کار را ترک کردند و به حدود 25 میلیون زن دیگری پیوستند که نه شاغلند و نه بیکار. به عبارت دیگر ظرف یک سال گذشته 1 میلیون زن از بازار کار ایران خارج شدند و خانه نشین. بحران کرونا یکی از تبعیض‌هایی که هنوز خیلی پررنگ در سطح جهانی و در کشور ما هم وجود داره پررنگ کرده، شکننده تر بودن کارها و کسب و کارهایی که حضور زنان درشون پررنگ تره. افت مشارکت بانوان یک بحران خیلی خیلی مهمی هست، به طوری که وقتی که صحبت از بهبود اقتصادی میکنن بیشتر بهبود اقتصادی رو ربط میدن به بهبود اقتصادی بانوان. مثلا میگن ریکاوری، در اصل باید یه شیکاوری باشه و این یه چیزی هستش که هم در اروپا و هم در آمریکا و هم در خیلی کشورهای دیگه خیلی به طور خیلی جدی دارن روش کار میکنن. همه‌گیری کرونا نابرابری‌های ریشه‌دار بین زن و مرد در بازار کار ایران را پررنگ کرده. نابرابری‌های قانونی و فرهنگی که رفعشان نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه ممکن است به بازار کساد و اقتصاد راکد کشور هم رونق دهد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سپیده نصیری، بنیانگذار مؤسسه زنان خاورمیانه در تکنولوژی، از سان فرانسیسکو آمریکا با ما هستند. خانم نصیری، در گزارش در مورد وضعیت در ایران گفته شد و اشاره رفت که در جهان هم وضعیت به همین شکله. چرا باید در جهان تحت تأثیر همه‌گیری سهم زنان از بازار کار کمتر بشه؟ سلام، خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون آوردین و هپی اینترنشنال وومنز دی اول به همه خانمایی که تو دنیا هستن که دارن کمک میکنن یا تو خونه یا سر کار همه دنیا. خیلی ممنون که منو اینجا آوردین. شما از سوالی که دارین خیلی آسون میتونه این جواب براش داشته باشه. خانوما فقط سر کار نمیرن، تو خونه هم کار دارن، یا بچه دارن، یا خونه کارهای خونگی رو دارن میکنن و این خیلی براشون میتونه سخت باشه که همه چیزو یه دفعه‌ای با هم دیگه، وقتی که کرونا اومد توی جامعه که و کمک دیگه نداشتن، اگر مثلا یه نفر داشتن که بهشون کمک میکرد دیگه نمیومد خونشون، این یه دفعه براشون زیاد بود و این میتونه یه نقطه باشه که خیلی سخت براشون شده که الان دیگه همه چیزو با هم دیگه بتونن روش کار کنن و هنوز بتونن موفق باشن. خیلی سخته که فقط فکر کنین که یه نفر باید 8 ساعت در روز کار کنه و بعد هنوز باید غذا درست کنه، هنوز باید بچه‌هاشو درس بده بخاطر اینکه مدرسه نمیتونن برن. این میتونه یه چیزی باشه که آقایون این کارا رو حداقلش توی خونه هایی که مخصوصاً میگیم ترادیشنال، اونجایی که پدر و مادر هر کدومشون برای خودشون یه کاری دارن و یا نقششون خیلی ترادیشنال هستش معلومه، و اگه آقایون کمک نکنن برای خانم‌ها خیلی سخت میشه. خانواده‌های سنتی منظورتون هست؟ بله، درسته. کارهای زیادی در سالهای اخیر شده و قرار بوده بشه که عدالت جنسیتی برقرار بشه، تساوی ایجاد بشه، فاصله کمتر بشه. بله. چرا اینها در مدتی خیلی کوتاه به نظر میاد که خنثی شده یا بی اثر شده؟
من فکر میکنم تازه از پارسال به امسال یا سالهای قبل 2019 میگفتن که حدوداً 200 سال طول میکشه تا equality, equal balance برای خانوما و آقایون باشه، یعنی سر کار چقدر پول میخوان بگیرن توی دنیا. اما پارسال این عوض شد، الان شده 257 سالی که هنوز مونده اون equal balance که شما میگین درست بشه. هنوزم نمیدونن با پندمیک که الان اومده چه چیزایی فرق بکنه، چقدر ما هنوز باید داریم میریم عقب دوباره توی این کارهای فعالیتهایی که کردیم برای خانوما که یه ایکوالیتی داشته باشن، صحیح. حالا تو خونه، توی سر کار. هنوز معلوم نیست که کی قرار کرونا شکست بخوره، از شر کرونا خلاص شیم. چه ارزیابی میشه کرد؟ آینده کار زنان بعد از کرونا چطور ارزیابی میشه؟ از الان باید شروع بشه فعالیت ها که برای خانوما بتونیم کار درست کنیم، یا چجوری بتونن برگردن تو سر کار، بخوان برگردن، به خاطر اینکه محوطه‌ای که درست میشن باید برای خانوما هم خوب باشه که بخوان برگردن سر کار. تکنولوژی خیلی برای خانوما میگن اپورتونیتی درست کرده که بتونن از خودشون شروع کنن یه کاری رو، انترپرنور بشن و میتونن برای خودشون کمپانی های درست کنن که اینطوری فعالیت بتونن بکنن که کسی نیاد بهشون حتی بخواد بگه کی بیان سر کار، چقدر بیان سر کار، مخصوصا اگر که بچه دارن یا کارهای دیگه باید تو خونه بکنن، مخصوصا به خاطر اینکه هنوز نمیدونیم کی این کرونا حالا بره از اینجا. تکنولوژی میتونه خیلی کمک بکنه به خانوما. ممنونم از سپیده نصیری، بنیانگذار مؤسسه زنان خاورمیانه در تکنولوژی، در سان فرانسیسکو. ما هر سال در کردستان عراق صدها زن در اعتراض به خشونت خانگی دست به خودسوزی میزنند. با وجود تلاش نهادهای حامی حقوق زنان و اقدامات حکومت اقلیم کردستان، این پدیده کماکان جای زنهای بسیاری را میگیرد. والنتینا سینیس یک عکاس زن ایتالیایی است که در دو سال گذشته از بعضی از این زنان عکس گرفته. مجموعه عکس‌های او جوایز زیادی برده. اسم این مجموعه شاه دخت شکست است. من والنتینا سینیس، عکاس ایتالیایی هستم. من عضو برنامه مشاوره‌ای آژانس عکاسی هفت هستم. بیشتر در چین و خاورمیانه عکاسی میکنم. خونه یک دوست در شهر سلیمانیه کردستان عراق بودم که اخبار تلویزیون در مورد دختری حرف میزد که در ایام کریسمس خودسوزی کرده و 90% بدنش سوخته بود. این خبر شوکه‌ام کرد، ولی بعد فهمیدم که این پدیده معمولیه. خواستم بیشتر در مورد این پدیده بدونم. به بیمارستان تخصصی سوختگی شهر سلیمانیه سر زدم. با یک دختر نوجوان روبرو شدم که خودسوزی کرده بود و نزدیک 80% سوختگی داشت. همه صورتش سوخته بود و متاسفانه بعداً درگذشت. درک این برام سخت بود که چرا این زنها برای خودکشی خودشون رو آتش میزنن. همه زنهایی که ملاقات کردم میگفتن همین که پوستشون آتش رو احساس کرد پشیمون شدن، چون دردش تحمل ناپذیره. ظاهرن این روشیه برای مجازات خانوادهشون. میخوای دیده بشی، میخوای اعتراضتو نشون بدی، میخوای به همه بگی که درد و رنجت اونقدر زیاد بوده که میبایست کاری میکردی که از این رنجها رها بشی. آتش در این داستان عنصر مهمیه. آتش در فرهنگ مردم کرد به معنای روشنایی و پاک بودنه. این زنها از جامعه مرد سالار به مرگ پناه میبرند. اولین بار درون رو در بیمارستان سوختگی سلیمانیه دیدم. درون قهرمانهای زن داستانهای جین آستین را برام تداعی میکرد. اون تنها زیبا نیست، بلکه باهوش و سرکشه و شخصیت قویی داره.
And she wanted to be independent. میخواد مستقل باشه و نمیخواد تنها یک همسر باشه. احساس میکرد که آزادیش ازش دزدیده شده. میخواست معلم باشه ولی در عوض در یک ازدواج ناخواسته گیر افتاده بود. زور پشیمان بود. هرچند دیدم که اگر کنده کجای او. برای درون و زنهای دیگر که خودسوزی کردند، کنار آمدن با زخمهاشون خیلی سخته. زخمهای درونی و زخم ناشی از سوختگی روی بدنشون. It's very difficult for them, for example. براشون سخته که به آینه نگاه کنن. پوست دستهای درون کاملا سوخته بود و همیشه اونها رو میپوشوند چون نمیخواست اونها رو ببینه. Her hands as much she could. من خودم در گذشته شرایطی داشتم که به پایان دادن به زندگیم فکر می کردم. ولی این پروژه در مورد من نیست. این داستان این زن هاست. همشون. برزی، درون، سایوان. می دونم که این پدیده در ایران و افغانستان هم وجود داره. زنها برای گریز از خشونت خانگی به خودسوزی پناه می برن. امیدوارم این عکس ها به این زنها کمی امید ببخشه و از کاری که کردن و از زخم های روی بدنشون خجالت زده نباشن. وقتی در کردستان عراق بودم، همه جا عروسک های با لباس عروس می دیدم. توی هر خونه یکی از این عروسک های شاهزاده مانند پیدا می شد. بیشتر این زنها در دوران کودکی و نوجوانی آرزوی پوشیدن لباس عروس داشتن، ولی در نهایت ازدواج به کابوس زندگیشون بدل میشه. دردی که اونها تجربه کردن برام قابل تصور نیست. زنهای کرد معمولاً به شجاعتشون شهرت دارن. هر کسی داستان زنهای کرد رو شنیده که در مقابل داعش جنگیدن. این زنها با وجود همه درد و تقلاهاشون هنوز امیدشون رو از دست ندادن. این عکس ها فقط به عکس های خوش ساخت یا خوش رنگ ختم نمیشن، بلکه درباره درد و رنج این زن هاست. زنهایی با داستان های خودشان و مبارزشون با درد و رنج. همین که برگردم به عراق میرم درون رو ببینم. قراره با هم لباس کردی بپوشیم و با هم بریم کوه و برقصیم. فکر میکنم که این داستان میلیون ها زن در تمام جهانه، در جوامع مختلف و به گونه های متفاوت با یک درد مشترک. ترانه خنجر حاصل همکاری طهمورث پورناظری، مژگان شجریان و کوارتت شهرزاد است. آهنگ و شعر این اثر از طهمورث پورناظری است و کوارتت شهرزاد که اولین کوارتت متشکل از زنان در ایران است آن را اجرا کرد. Thank you.
این موسیقی زیبا جایزه کسانی بود که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دیدن. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.